بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و در روز شنبه 16 ماه جون 2012 برابر با 27 خرداد ماه 1391 برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. پیش از آنکه به رویدادهای تازه و رویدادهای هفته گذشته بپردازیم، اجازه بدهید یک نگاهی بکنیم به رویدادهای جهان در همین روز 16 جون در سالهای مختلف که به ابتکار دوست گرامی همکار تلویزیونی ما آقای تونی در بخش فنی برای شما نمایش داده میشه. June 16th, 1858. In Illinois, Abraham Lincoln launches his U.S. Senate bid with a warning about America's split over slavery. Arguing the issue must be resolved, Lincoln says, a house divided against itself cannot stand. 3 years later, the Civil War breaks out between North and South after Lincoln is sworn in as president. 1963. Valentina Tereshkova becomes the first woman in space as the Soviet cosmonaut lifts off aboard Vostok 6. 1976. In South Africa, rioting erupts in the black township of Soweto. More than 500 youths are killed as the violence spreads across the country, then under white minority rule. The bloody uprising galvanizes the movement against South Africa's apartheid regime. And 1961. Ballet dancer Rudolf Nureyev defects from the Soviet Union to the West while his dance troupe is in Paris. Today in history, June 16th. Ed Donahue, The Associated Press. خب، ابتکار زیبایی بود. نگاهی داشت به ابراهام لینکلن و گفتگوی ایشون در کنگره آمریکا بر سر مسئله بردهداری و سیاه‌پوستان و اینکه چگونه این تقسیم به دو شده جناح‌ها در کنگره و سپس پرواز انسان به فضا از روسیه و یا اتحاد شوروی آن زمان و درگیری ها در آفریقای جنوبی در سوتو و سرانجام در مورد رودولف نوریف و پناهندگی اون و حضورش در کشورهای غرب و ورودش به کشورهای غرب. امیدوار هستیم که بیش از این بتوانیم در این بخش ها به شما نگاه های جهانی رو عرضه کنیم. ولی اجازه بدیم برویم به مسائلی که تازه اتفاق داره. همین امروز ولیعهد عربستان سعودی درگذشت. ولیعهد عربستان سعودی که به دنبال درگذشت ولیعهد پیشین شاهزاده عبدالعزیز در سال 2001 ایشون به عنوان ولیعهد عربستان انتخاب شده بود، آقای امیر نایف، ایشون نیز به دنبال یک بیماری در سن 78 سالگی درگذشت و به این ترتیب اعلام کردن که ایشون پیش در خارج از کشور بوده و درگذشت ایشون به سبب بیماری بوده. برخی گفتن به علت گذراندن تعطیلات رفته بودن، ولی در مسئله مهم این استش که عربستان با انتخاب یک ولیعهد دیگر در این زمینه روبرو خواهد شد و پس از دفن و خاک سپاری و مراسمی که خواهند داشت اعلام خواهد شد که چه کسی جای امیر نایف رو خواهد گرفت و به این سلطنت آینده چشم خواهد بود. البته عمر طولانی پادشاهان سعودی بسیاری از چند بار کمک میکنه که ولیعهدها هم همینطوری عوض بشن و انتخاب نشه. امیر نایف 3 بار ازدواج کرده بود که از ازدواج اول و سومش جدایی بوده و او 6 دختر و 4 پسر باقی مونده. به نظر میرسد که امیر سلمان، برادر جوانتر و تنی امیر نایف که وزیر دفاع در عربستان هست، به عنوان ولیعهد آینده در عربستان انتخاب بشه. و اما اینکه در جهان سیاست در درون ایران، ایران و سوریه بسیار نقاط نزدیک به هم دارند و در مخالفت و گروه های مخالف حکومت ها، مخالفان جمهوری اسلامی، جنبش سبز و مخالفان سوریه نیز می تواند نقاط مشترک داشته باشند. به 2 ویدیو کلیپی که از آنکارا در سالگشت مراسم جنبش سبز رسیده در نزدیکی و هماهنگی این دو گروه نگاه میکنیم و نشون میده که پرچم‌های سوری و ایرانی در کنار هم هستند.
به این اشاره کردم که حکومت جمهوری اسلامی و حکومت سوریه به هم نزدیک هستند و دوستان و دشمنان مشترک دارند. در ویدیو کلیپی که امروز به دست ما رسیده نشون میده که افرادی از سپاه و کسانی که در سوریه بر علیه مردم حرکت میکنن تصویر یکی از دستگیر شدگان رو به وسیله مخالفان سوری در این ویدیو میبینید. تصویری تازه و به دست آمده. جمهوری اسلامی ایرانی و های صورت ما اسمو مجید ولی. Since the beginning of the revolt, the Syrian opposition have claimed that Iran is directly supporting the repression. For Talas and his men, this is the evidence they've been looking for. خب به این ترتیب البته این هنوز مشخص نیستش که بر اساس درگیری هایی که وجود داره مشخص نیست که در کدوم جناح قرار میگیره، برای اینکه الان در سوریه سه بخش مطرح میشن، یکی مسئله آقای اسد و یارانش، دیگر مسئله مخالفان، و در مخالفان دو جناح مطرح میشن و هر جناح هر کدوم بخش دیگه ای رو به نزدیکی به کشورهای دیگر مورد اتهام و یا تهمت قرار میده، و به این ترتیب این خبرهای خامی که میرسه هنوز به مرحله ای که بشه در مورد اون قضاوت کرد نرسیده، ولی تصاویری است که زنده است. در مورد سوریه امروز ناظران صلح در سوریه تصمیم گرفتن که کوشش های خودشون رو در سوریه متوقف کنن، و چرا که در مناطقی که این 300 نفر ناظران صلح در حرکت هستن مناطق بسیار خطرناکی شده و درگیری ها روز به روز بالاتر میره و حرکت ها رو بیشتر مورد هجوم قرار میگیره، و اینها اعلام کردن که به هیچ وجه نخواهند توانست در سوریه به این شکل به کار خودشون ادامه بدن، و از روز گذشته روز جمعه به طور رسمی در حال حاضر برگشتن به دفاتر خودشون، و این رو جنرال مود اعلام کرد. و اما معاون دبیر کل سازمان ملل نیز اشاره کرد که سوریه به طرف یک جنگ داخلی داره میره و این گرفتاری یک جنگ داخلی در سوریه خواهد بود، و مسئله سرکوب مخالفان و سرکوب آزادی در سوریه یکی از مسائل پر اهمیتی است که در تصاویر و گفتگوها مطرح میشه. به این ترتیب باید دید که سوریه با توجه به شرایط موجود و شرایط به دست آمده در کدوم مسیر قرار میگیره. با توجه به اینکه فرانسه اعلام کرد که هر چه زودتر باید به سوریه کمک کرد که بتواند حرکت‌های خودش رو، مخالفان حرکت‌های خودشون رو ادامه بدن، می‌بینیم که این مورد اعتراض روسیه و دیگر کشورها نیز قرار گرفته. در همین چند روز گذشته در تصویرها خواهید دید که یک گفتگوی چند جانبه به صورت بگومگوی تبلیغاتی انجام شد. نخست این بود که خانم کلینتون وقتی اعلام کردن که روسیه به سوریه و بشار اسد از نظر نیروهای هوایی کمک میکنه و این جنگنده های ساخت روسی هستن که این کار رو انجام میدن، این در ترجمه نادرستی که به زبان فارسی شده بود مسئله رو بزرگ کرد، و وقتی آقای لاوروف به تهران رفتن به نظر میرسه که همتاهای فارسی زبان ایشون در ایران این خبر رو که به فارسی ترجمه شده بود به ایشون دادن، و ایشون اعلام کردن که اینها به گذشته مربوطه و پدافندهای ما با هم ادامه پیدا خواهد کرد، اون مسائل دفاعی از گذشته بوده قراردادهای دفاعیمون و تغییری در این قراردادهای دفاعی داده نشده، ولی این چیزی که آمریکا اعلام کرده برخلاف مسئله. البته آمریکا هم اعلام کرد که اون چیزی که در اصل انگلیسیش بوده اون چیزی نیست که در فارسی اون دیده میشه. ببینید که یک ترجمه چقدر میتونه گرفتاری بکنه، و این ترجمه هایی که از یک زبان به زبان دیگر و کوتاهی یک مترجم و سپس جابجا شدن اون تا چه اندازه میتواند مسائل رو تحت تأثیر قرار بده. ولی به هر حال گزارش هایی است که از سوریه وارد مسائل جهانی میشه، لحظه به لحظه جهان در انتظار این هستش که یک تصمیم تازه گرفته بشه. نیروهای مخالف سوریه نیز با انتخاب یکی از رهبران کرد به عنوان رهبر و سخنگوی نیروهای سوری گام تازه‌ای رو برداشتن. روسیه و چین را به شناخت خطراتی که سوریه در شرایط کنونی با آن روبروست فرا می‌خوانیم، نگرانی‌های نسبت به شرایط داخلی کشور و تأثیر آن بر شرایط کشورهای همسایه و امنیت بین‌المللی.
شورای ملی سوریه مهمترین گروه مخالف دولت سوریه به شمار می رود. انتخاب آقای سیدا در حالی صورت می گیرد که درگیری میان مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و نیروهای امنیتی ارتش همچنان ادامه دارد. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط سوریه اعلام کرده بود که هرگز اجازه نخواهد داد شورای امنیت سازمان ملل از نیروی نظامی برای حل و فصل اوضاع در سوریه استفاده کند. خب پیش از اینکه به کشورهای دیگر بپردازیم اجازه بدین به چند مورد در مورد ایران اشاره کنیم. نخست اینکه در پس از اینکه هفته گذشته شاهد این بودیم که در دادگاه مربوط به اختلاسات چند بار نام آقای محمد رضا رحیمی معاون ریاست جمهوری ایران که در مسئله اختلاسات پروندهش از سال گذشته مورد نظر هست و نخستین بار آقای الیاس نادران اون رو آغاز کردن و بهش اشاره کردن، بار دیگر نام آقای رحیمی بر سر زبان ها افتاد. البته در این دادگاه ها وقتی که مطرح می شد نام ها تا اندازه از عنوان میمره استفاده شد، متهم میمره مطرح شد، ولی سپس بازتر شد و مطبوعات بیدرنگ در مورد محمد رضا رحیمی نوشتن، موضوعی که مورد اعتراض آقای خامنه ای هم قرار گرفته که اینقدر دولت رو تحت فشار قرار ندهید. بدون اینکه آقای خامنه ای نامی از مسئله معاون رئیس جمهور ببرن به گونه اشاره کرده که مجلس و دیگران یه مقدار مواظب باشن و نهاد ریاست جمهوری رو این همه در زیر فشار قرار ندن و دیوان محاسبات و دیوان حقوقی به این مسئله رسیدگی بکنه. در حال حاضر یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه که 1,500,000,000 تومان هست در به محمد رضا رحیمی اشاره میشه و اختلاس های دیگری که در این پرونده وجود داره و روز به روز بالاتر و بالاتر میگیره. مشکلشون این هست که نام های تازه‌ای در این زمینه فاش بشود یا نشود. چون در ایران هستیم اجازه بدیم به یک نکته دیگر اشاره کنیم و اون مسئله دیدار اوپک و گزارش ماهانه اوپک. گزارش ماهانه اوپک نشان دهنده پایین آمدن میزان تولید ایران و صادرات اون به میزان 40% رو بر اساس برخی از گزارش‌ها نشون میده. گزارش انرژی جهانی، سازمان انرژی جهانی نزدیک به 40% از این کاهش رو نشون میده، در حالی که گزارش وزارت نفت در ماه گذشته نشون میده که تا در حدود فقط 245 هزار بشکه در روز کاهش داشته و این عددها با هم دیگه نمیخونه. ولی به این ترتیب اون چیزی که جهانی است مسئله گزارش اوپک است و بی تردید نمیتوان به این سادگی هر بار ایران بگوید که در آژانس اتمی چیزی دیگر میگویند، در اوپک مسئله رو عددها رو جابجا میکنن. مسئله مهم این هستش که ایران هر بار برای مصرف داخلی خودش با این سخنها و عددها بازی میکنه که مصرف داخلی داره و از نظر جهانی واکنش و عکس العمل نشون داده. مشخص است که میزان چقدر میزان توانمندی ایران از نظر صادرات پایین اومده و تا چه اندازه این سطح درآمدی که پایین خواهد اومد تأثیر خواهد گذاشت در آینده مالی ایران، و این در زمانی است که تحریم ها روز به روز بالاتر و بالاتر میره. خب اجازه بدین از ایران یک لحظه عبور بکنیم و برویم سر مصر. اگر خاطرتون باشه در هفته گذشته مصر نخست پارلمان مصر اعلام کردن که دادگاهی که برای قانون اساسی است و نگاه میکنه به مسئله قانون اساسی در یک مرحله اعلام کرد که احمد شفیق و آقای مرسی در برابر هم خواهند بود و این کاندیداتوری اونها رو هر دو رو تضمین کرد. در سوی دیگر آمد اعلام کرد که این دادگاه به سبب اینکه مشکلی در شکل رأی دادن و بر اساس قوانین بوده یک سوم نمایندگان مجلس پارلمان میباید از کسانی باشن که مستقل هستن، ولی این کسانی که یک سومی که قرار بود مستقل باشه اونها هم نمایندگان اخوان المسلمین هستن و به این ترتیب مسئله انحلال پارلمان مصر رو پیش کشیدن و این درگیری ها در روز به روز بالا رفت. در حال حاضر مصر در روز انتخاب نخستش برای ریاست جمهوری بین دو کاندیدای اخوان المسلمین و احمد شفیق به سر میبره. به نظر بسیاری بر این نظر هستن که مردم مصر که انقلاب کردن بعد از یک سال حاصلی به جز دو مسئله ندارن: بازگشت به گذشته به خاطر امنیت بیشتر و یا سوق داده شدن به سوی اسلام رادیکال از سوی اخوان المسلمین
مسلمین و به این ترتیب فردا بر دور دوم انتخابات در مصر روز یک شنبه به پایان میره و نتیجه انتخابات نشان داده خواهد شد که چه گروهی از مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت. اگر احمد شفیق انتخاب بشه، طرفداران اسلامی به خیابان‌ها خواهند ریخت و اگر اخوان المسلمین بیاد، آینده دیگر رو در خیابان‌ها رقم میزنه. اجازه بدین در به مسئله آمریکا نگاه کنیم. آقای اوباما در هفته‌ای که گذشت، در دو روز پیش، یک ابتکار بسیار انسانی زدن و این بود که در مورد مهاجران غیرقانونی که در آمریکا به سر می‌برند، اعلام کردند که اگر این مهاجران کودکانی که همراه با پدر مادرشون اومدن و پدر مادرشون به صورت غیرقانونی در این کشور وارد شدن و این فرزندان را آوردن، اگر این بچه‌ها تا زیر 30 سال سن هست و در حال درس خوندن و کار مطالعه هستن و دانشگاه میرن، به دبیرستان میرن، دیگر دولت آمریکا اونها رو اخراج نخواهد کرد و اونها میتوانند به زندگیشون ادامه بدن. این راه حل نخستی بود که آقای اوباما در این زمینه اعلام کردن. باید دید که راه‌های مرحله بعدی چه خواهد بود، ولی همین مسئله ایشون امروز خواب رو از روز گذشته بر طرفداران این فاصله ها تنگ کرده و آقای رامنی اعتراض کردن، گفتن این حرکت ایشون تبلیغاتی بوده، ولی این آنچه که ایشون انجام داد مورد خوشایند بسیاری از جوانان و که همه به همراه پدر مادرشون اومدن و دلشون میخواد در این مملکت درس بخونن، ولی به سبب اینکه قانون اجازه نمیده اینها درس بخونن و یا گران هست براشون درس خوندن، برای اینکه از موقعیت مهاجرتی برخوردار نیستن یا گرین کارت ندارن، به این ترتیب اینها نمیتوانن با این هزینه های گزاف درس بخونن. حالا به نظر میرسه که با این قانونی که آقای اوباما از روز گذشته اون رو امضا کردن، جمع زیادی که نزدیک به 800 هزار نفر خواهد بود، دست کم بتوانند درس خودشون رو در آمریکا ادامه بدن و مشکلی نداشته باشن. خبرهای جهانی بسیاری که به اون بپردازیم، ولی بی‌تردید باید به یک مسئله اشاره کرد و اون خانم آنگ سان سوچی که جایزه نوبل رو دریافت کرد و در 11 سالی که در حبس خانگی بود، سرانجام در سال اواخر سال 2010 یه مقدار آزادیشون بیشتر شد و توانستن در 2011 به پارلمان کشور برمه راه پیدا بکنن. پس از 25 سال ایشون وارد کشورهای اروپایی شدن و امروز جایزه نوبل خودشون رو خودشون شخصا دریافت میکنن. نگاه میکنیم. خانم سوچی پس از سوئیس راهی اسلوی نروژ می شود تا جایزه صلح نوبل را که در سال خانم سوچی رو نشون میده در میان طرفدارانشون پیش از رفتن برای دریافت جایزه نوبلشون و جایزه نوبل رو که دریافت میکنن، سخن بسیار زیبایی رو بهش اشاره کردن. این فیلم رو همونطور که دیدین، فیلم قبل از رفتن دریافت جایزه نوبلشون بود. در جایزه نوبل که دریافت میکنن یک جمله رو اشاره کردن، گفتن حتی یک زندانی سیاسی در جهان بسیار است. اگر اون فیلم رو هم داریم که هنگام دریافت جایزه است، خیلی خوشحال میشم که آقای تونی پخشش کنید. خب بر روی خانم آنگ سان سوچی نشان دادن که مقاومتشون در حبس خانگی و مسئله زندان تا چه اندازه توانست کمک بکنه که ایشون حقانیتشون به جهان ثابت بشه. مقاومت کردن، به پارلمان راه پیدا کردن، آینده برمه رو رقم خواهند زد. از همکنون کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا اشاره کردن که در صورتی که کمک بشه و تنگناها بره، میتوانن تحریم ها رو از برمه کم بکنن. خب به این فیلم نگاه. The Nobel Peace Prize laureate of 1991 to come forward to give us her lecture. We do not have a gold medal because it was received by your son Alexander in 1991, but I'm sure that your words to us today will be written in gold. Please.
often during my days of house arrest, it felt as though I were no longer a part of the real world. There was a house, which was my world. There was the world of others, who also were not free, but who were together in prison as a community. And there was the world of the free. Each one was a different planet, pursuing its own separate course in an indifferent universe. What the Nobel Peace Prize did was to draw me once again into the world of other human beings outside the isolated area in which I lived, to restore a sense of reality to me. This did not happen instantly, of course, but as the days and months went by and news of reactions to the award came over the airwaves, I began to understand the significance of the Nobel Prize. It had made me real once again. It had drawn me back into the wider human community. And what was more important, the Nobel Prize had drawn the attention of the world to the struggle for democracy and human rights in Burma. خانم سوچی در پیامشون به یک نکته اشاره کردم و این بود که اغلب روزهایی که در بازداشت خانگی بودم حس می کردم که جزئی از دنیای واقعی نیستم، اما دریافت این جایزه بار دیگر مرا به جامعه انسانی بازگرداند و امیدوار هستم که این جایزه بتواند توجه جامعه جهانی را به برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر در برمه جلب کند. خبر بسیار هست که من بهش ادامه دادم ولی زمانمون رو زمانش رو نداریم. می توانستیم به اسپانیا، به مسئله یونان و مسئله تصمیم های مختلف در مورد اقتصادی اشاره کنیم، ولی برای بهتر بودن این بخش یک ویدیو کلیپ چند دقیقه‌ای رو در مورد صلح می بینید تا به بخش بعدی برای گفتگو با مهمانمون بپیوندیم. Takes me through the lonely night. The earth is dying, and it's hard to see. There's a hope for you and me if you sing the song with me. If I was a painter, I would paint a land without tears and war, where the sun always shines. Now it's complicated, and I lost my speed. There's a light for you and me if you sing a song with me.
با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه ها از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر NJ سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در NJ. There's a mistake. I am more than this. Seems okay to me, kid. Maybe you should check your math. Hey there. Hey, boss. Let's see what you got. Maybe you should check yours. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و بخش دیگری از برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. 3 سال از جنبش اعتراضی ایران که به جنبش سبز معروف شد میگذرد. در چند روز پیش در 3 سالگی جنبش سبز قرار گرفتیم. هفته گذشته همون گونه که آگاه هستین بخشی از برنامه را در اسب مجموعه جنبش سبز و گفتگو در این زمینه ها و بررسی ها پرداختیم. امروز نیز با یکی از کارشناسان دیگر، آقای فعاد تابان که مدیر تارنمای اخبار روز هستند و یکی از تحلیلگران سیاسی هستند و بسیار در این نکات نظر خودشون رو به دقت بیان می کنند و نگاهی متفاوت ممکن است امروز باش برخورد بکنیم، رو روی خط اسکایپ داریم و دیدگاه ایشون رو در مورد جنبش سبز جویا خواهیم شد. جناب تامان، اگر صدا و تصویر ما رو دارین، روز شما بخیر. من صدای آقای تابان رو کم میشنوم. آقای تونی در داخل استودیو، پس شما لطفاً آقای تابان با تلفن صحبت کنین، چون صدای شما رو ما تصویرتون رو داریم ولی تلفن صداتون رو نداریم. پس اجازه بدین که صداتون رو با تلفن داشته باشیم. بس
من فکر میکنم که صدای ایشون رو از دست دادیم، برمیگردن دوستان ما شماره ایشون رو میگیرن. در فاصله ای که هست من در مورد این صحبت بکنم که در هفته ای که گذشت ما در مورد مسئله جنبش سبز با دیدگاه های متفاوت آشنا شدیم. برخی جنبش سبز رو جنبشی میدونن که در حال حاضر پروندهش به نظر میرسد که بسته باشه، برخی اون رو جنبشی میدونن که دوران رکود خودش رو میگذرونه، و برخی بر این باور هستن که جنبش اعتراضی سبز در حال شکل عوض کردن و برخورد متفاوت روند دیگری رو دنبال میکنه. تمام اینها رو وقتی نگاه میکنیم تفاوتی نمیکنه که چه نامی بر اون بگذاریم، چه نگاهی داشته باشیم که آیا جنبش به پایان رسیده، جنبش ادامه داره و هر چیزی که مسئله هست، همه به همه مفهومش این هستش که به هر روی جنبشی وجود داره. خب وصل شدیم، گفتگو میکنیم با آقای تابان. آقای تابان درود بر شما. آقای تابان صدای ما رو میشنوی؟ بله. خب الان صدای ما رو میشنوین؟ بله من صدای شما رو میشنوم. خب عالی شد، الان عالیه. جناب تامان، سه سال از جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز، که بعد از انتخابات 88، انتخابات مهندسی شده، کودتا، هر چی میخواییم باز نامش رو بذاریم، از هر تعریف و تفسیری که بخواییم به اون بپردازیم، میگذره. من میخواستم اول نگاه شما رو بر این پیدایش این حرکت و نقدی که بر اون دارین، نگاهی که بر اون دارین جویا بشن. بله، با سلام مجدد به شما و بینندگان عزیز. خب در مورد پیدایش جنبش سبز، من فکر میکنم که تقریبا اتفاق نظری هست که این جنبش حاصل به بن‌بست رسیدن راه های انتخاباتی در جمهوری اسلامی بود. یعنی بعد از اینکه مشخص شد که به هر حال صندوق های رأی در جمهوری اسلامی جواب خواسته های مردم رو نمیده و جامعه ما با اون تقلب بزرگ مواجه شد، در واقع این جنبش واکنشی بود به این وضعیت. و البته خب هیچ کس انتظار اون رو نداشت، چون اونها که در این انتخابات شرکت کردن، چون اونها که شرکت نکردن، هیچ کدوم به هر حال با این هدف نبود که میخوان جنبشی رو با این ابعاد ایجاد بکنن، ولی به هر حال این جنبش ایجاد شد. و فکر میکنم که ما اگر هم امروز بحثی میکنیم در رابطه با در واقع دلایل ناکامی این جنبش تا به امروز، خب در رأس این دلایل ما باید از سرکوب بسیار خشن و بیرحمانهی که حکومت انجام داد به عنوان اصلی ترین دلیل در واقع نام ببریم. به هر حال حکومت جمهوری اسلامی ایران نشون داد که به هیچ وجه با خواسته های مردم سر سازش نداره و این خواسته ها رو سرکوب میکنه. اما در چارچوب خود جنبش سبز هم به هر حال دلایل زیادی وجود داشت که امروز ما شاهد هستیم. متاسفانه این جنبش در یک حالت رکود فرو رفته و به اعتقاد من در رأس این دلایل خواسته ها و اهدافی بود که از طرف رهبران یا به تعبیری به هر حال عناصر مؤثر و تعیین کننده در این جنبش در برابرش قرار داده شد. خب ما میدونیم که کوشش زیادی صورت گرفت که در واقع جنبش سبز هدف اصلی خودش رو بعد از اون مرحله کوتاهی که با شعار رأی من کو مشخص میشد، مسئله اجرای بی تنازل قانون اساسی قرار بده. و خب این در واقع هدف یک هدف ناروشن و دست نایافتنی بود و یکی از عواملی بود که فکر میکنم جنبش سبز رو امروز به این وضعیت رسونده که خب کسی ازش راضی نیست.
جناب تامان، تا چه اندازه مسئله رهبری که در زندان افتادن یا در حصر خانگی قرار گرفتن میتونسته تاثیرگذار باشه افزون بر خواست خود رهبری که اجرای بدون تنازل قانون اساسی و این مسئله رو مطرح کرد و خود به خود یه بخشی از جنبش رو از خودش جدا کرد، تا چه اندازه نبود اونها و این سیغل نخوردنشون در روند جامعه کمک کرده به رکود جنبش؟ به نظر من تأثیر زیادی داشته. به هر حال حضور آقایان موسوی و کروبی در ادامه این جنبش و زنده نگه داشتن این جنبش نقش بزرگی داشت. متاسفانه من فکر میکنم که تمهیدات لازم برای خب قابل پیشبینی بود که حکومت به هر حال زمانی در مورد عناصر اصلی و تعیین کننده این جنبش دست به اقدامات سرکوب گرانه و محدود کننده بزنه، ولی متاسفانه یکی از اشکالات جنبش سبز خب سازمانده نحوه سازماندهیش هست و من فکر میکنم که تمهیدات لازم برای دورانی که پیشبینی میشد این وضعیت صورت بگیره ایجاد نشد و این خودش خب دلیلی بود که جنبش رو در وضعیت فعلی قرار داد. جناب تامان، وقتی که جنبش به آغاز شد و سپس این فشارهای حکومت جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر شد، بخشی از کسانی که در جنبش اعتراضی بودن، چه از مردم عادی و چه بخشی از که در نزدیکان آقای موسوی و کروبی بودن و یا از افراد جبهه مشارکت و کسایی که در صحنه سیاسی اصلاح طلبان در داخل بودند، به برون مرز اومدن. چرا اونها نتوانستن هیچ پیوندی با اپوزیسیون خارج از کشور به اون مفهومی که مورد نیاز هست در پیدا بکنن؟ خب به نظر من اصلاح طلب ها با اون مفهومی که ما میشناسیم و مشهور شده، اینها من فکر میکنم که در واقع دیدگاه روشن و سیاست روشنی نسبت به اون چیزی که خودشون میخوان و اون چیزی که جامعه ما میخواد ندارن. یعنی اینها در واقع در یک وضعیت برزخی قرار دارن، از یک طرف مایل نیستن به هر حال پیوندهای خودشون رو با جمهوری اسلامی به طور کل قطع بکنن، از یک طرف تا حدودی تأثیر پذیر از جنبش مردم و خواسته های مردم هستن، ولی در مجموع ما وقتی بعد از سالها، نه تنها این سه سال که خب 16 سال به هر حال جنبش اصلاح طلبی در ایران جریان داره، وقتی نگاه میکنیم ما به نظر من اصلاح طلب ها یک سیاست روشن، یک هدف روشن، یک برنامه روشن که واقعا چه میخوان بکنن حتی در رابطه با اون شعارهایی که مطرح میکنن ندارن. شما نمیتونید از هیچ کدوم از این اصلاح طلب ها به طور مشخص وقتی ازشون سوال میشه که خب این اجرای بی تنازل قانون اساسی تو چه شرایطی به چه شکلی میتونه اجرا بشه، چطور میشه این در واقع شعار رو یا این سیاست رو از اون بحث کلیش به یک برنامه مشخص پیاده کرد، خب اینها جواب روشنی بهش داده نمیشه و من فکر میکنم که این دلایل و در کنار اون ترس و محافظه کاری از اینی که مبادا این نیرو در واقع برانداز شناخته بشه، این نیرو نیروی شناخته بشه که جزء نیروهایی هست که جمهوری اسلامی رو نمیخواد، اینها عوامل بسیار محدود کننده ای هست که باعث میشه به خصوص توی این شرایط که جنبش دموکراتیک در ایران باید تصمیم بگیره که چه راهی رو انتخاب میکنه، باعث محافظه‌کاری‌های خیلی زیادی میشه. ما امروز در یک دوراهی قرار داریم و اون دوراهی این است که آیا این جنبش، حالا چه به اسم جنبش سبز ازش اسم برده بشه چه به اسم جنبش دموکراتیک، آیا باید برگرده به اون در واقع اون سنت ها و خواسته های جنبش اصلاح طلبانه، یا این که باید به طرف یک جنبشی بره که هدف روشن حذف ولایت فقیه رو در برابر خودش قرار میده. متاسفانه بخش بزرگی از اصلاح طلبای ما امروز تمایل به بازگشت به جنبش دوم خرداد پیدا کردن و خب در چهره شاخص اینها آقای خاتمی است که بارها این موضوع رو اعلام کرده در همین اواخر.
جناب تابان، شما به همین مسئله آقای خاتمی اشاره کردین که حضورشون در انتخابات و نظراتی که اعلام کرد نشون دهنده بود که یک بار دیگر ایشون میخواد پیوند بزنه و یا اتفاقا از این ارثیه‌ای که به وجود اومده و تصور میشه که جنبش توانسته یک مقبولیت و اعتمادی رو بین مردم بسازه برای پیوند زدن برای آینده خودش و یا همراه با گذشته خودش برای یک آینده دیگر حرکت بکنه. این در یک سوی قضیه. مسئله فشارهای جهانی و مسئله تحریم‌ها، مسئله انرژی اتمی و این گفتگوها و بحث‌هایی که وجود داره تا چه اندازه میتواند به همین جنبش دموکراسی خواهی، همونطور که شما گفتی، حالا اسمش رو نمیخوایم، هر اسمی میخوایم بزنیم، جنبش دموکراسی خواهی ایران میتواند این گفتگوها کمک بکنه یا میتواند در برابرش سد بشه؟ در چه صورت کمک است و در چه صورتی میتواند سد بشود؟ من فکر میکنم که وضعیت چیزی که به هر حال مسائل خارجی و بین المللی ازش ما اسم ببریم و به طور مشخص و در مرکزش مسئله مذاکرات هسته‌ای و بحران هسته‌ای، این به عنوان یک عامل منفی تا به امروز در جنبش ما عمل کرده. یعنی فشارهایی که از طرف کشورهای خارجی و غربی بر جمهوری اسلامی وارد میشه، وقتی در بر نقطه درستش وارد نمیشه، خب این از یک طرف باعث میشه که حکومت ایران به خودش یک چهره در واقع ملی بده، بتونه بخشن احساسات ناسیونالیستی بخشی از مردم رو تحریج بکنه، دامن بزنه، از یک طرف باعث میشه که بسیاری از نیروهای از جمله اصلاح طلب از در واقع واهمه خطراتی که ممکنه جنگ و برخوردهای نظامی پیش بیاره، اینها به هر حال کما اینکه برخی از اینها گفتن اینها رو نزدیک به حکومت بکنه و حتی از این طیف هم که فراتر بریم، به نظر من ما امروز داریم علائمی رو میبینیم که خیلی از نیروهایی که دورتر از اصلاح طلبان هم به حکومت ایران هستن، این آمادگی رو نشون میدن که در صورتی که این بحران تشدید بشه به طرف یک راه حل نظامی یا جنگ بره، اینها هم پشت حکومت ایران قرار بگیرن. این موقعیت تا به امروز جنبش دموکراتیک در ایران رو به نظر من تضعیف کرده، باعث این شده که همه این نیروهاش نتونن در نقطه درست بسیج بشن و خب این هرچی این وضعیت رو به وخامت بیشتری بره، این احتمال که مسئله دموکراسی و خواست اکثریت مردم در سایه قرار بگیره و سخبنده های دیگری اصلا به وجود بیاد، این احتمالش بیشتر میشه. خب حالا اگر این به نتیجه برسه، گفتگوها در مسیر درستی حرکت بکنه و به شکل دیپلماتیک بسیاری از مشکلات ایران و جمهوری اسلامی با غرب حل بشه، چه تأثیری میتواند در جنبش اعتراضی ایران و جنبش دموکراسی خواهی داشته باشه؟ من متوجه نشدم کدوم. اگه به عکس بشه، یعنی مشکلاتشون با هم حل بشه، غرب و ایران با هم کنار بیان و دیگه فشارها و مشکلات نباشه، آیا تأثیری در جنبش دموکراسی خواهد گذاشت یا نه؟ یعنی به عکس بشه، فشارها کم بشه و نوع دیگه ای از برخوردها و گفتگوها پیشتر پیش بره. خب کنار آمدن باید آخه تعریف کرد چه منظوری هست. اگر به هر حال منظور این است که یک رابطه عادی بین جمهوری اسلامی و غرب برقرار بشه، من فکر میکنم که این برقراری این رابطه به نفع جنبش دموکراتیک در ایران هست. ضمن اینکه خب نیروهای دموکراتیک در ایران همیشه از جامعه بین المللی خواهند خواست که فشارهای خودشون رو در واقع منتقل بکنن روی مسئله اصلی، یعنی مسئله نقض حقوق بشر و سرکوب خواسته های مردم. ولی اگر جمهوری اسلامی این پرچم دشمنی رو از دست بده، به نظر من خب در خیلی مواقع پشت جبهش خالی میشه، در عرصه بین المللی هم پشت جبهش خالی میشه و اینها اون چیزی رو که به خصوص در کشورهای خاورمیانه آقای خامنه‌ای بارها ازش اسم برده به اسم عمق استراتژیک جمهوری اسلامی، اینا رو از دست میدن و خیلی از بهانه هایی که امروز موجب سرکوب میشه، اینها از جمهوری اسلامی گرفته میشه، به اضافه اینکه خب اگر مناسبات با غرب در یک مسیر عادی شدن جلو بره، اینها خواه نخواه مجبور میشن که برخی از
فشارها و درخواستهایی رو که از طرف کشورهای غربی و یا جامعه جهانی وارد میشه اینها رو تا حدودی ملاحظه بکنن. بله، من از شما سپاسگزاری میکنم و به امید گفتگو در آینده و به شما در آلمان شب بخیر میگم. خیلی ممنون، لطف کردین، زنده باشین. خواهش میکنم. خب بینندگان گرامی، در این چند دقیقه باقی مانده در این بخش اجازه بدین یک ویدیو کلیپ زیبایی رو که از یکی از ترانه هایی که آقای داریوش اقبالی خوندن و بیشتر من همیشه این نوع کارها رو اسمش رو ترانه سرود میگذارم، برای اینکه کوشش میکنه که نگاه مردم و نظر مردم رو مطرح بکنه و چقدر هم زیباست که جوانان روی با انتخاب خودشون بر روی این ترانه سرودها و این شعر و موسیقی کلیپ های انتخابی خودشون رو میگذارن. من از این موضوع انسان که آقای داریوش خوندن چندین ویدیو کلیپ بهم رسیده در زمانهای مختلف و امروز در این بخش برای اینکه به هر حال طعم دیگری از نظر تصویری به گفتگو داده باشیم از یارانمون در اتاق فنی آقای تونی تقاضا میکنم که این بخش رو برای ما پخش بکنه. در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکم بر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان در بند در بند دیدم. روزگار دل شکن هر دم مرا سنگی مزن، من سنگ ها در لقمنان دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن، من گردن گردن کشان رسمان به رسمان دیدم. در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم بس خواندم، آتش به آتش ماندم، من عشق چشم خون نکن دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد شیخ و شه، من پاسدار و پاسبان ایران به ایران دیدم. مات هم چه گویم زین وطن، که از برگ برگ این چمن من خون چشم شاعران. کنسرت بداهه نوازی کیهان کلهر و اردولرز انجام برای نخستین بار در بریتانیا، پنجشنبه 14 جوان ادینبرو کوینز هال، جمعه 15 جوان لندن باربیکن. تلفن 0207-638-88-91 سون پروموشن. دکتر ادموند تاش، دندان پزشک، جراح و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه ها و برطرف سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان ها بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند.
در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. ویلشر پریودانتیست ان ایمپلانت سرژیکال سنتر واقع در 6200 ویلشر بولوار سویت 1409. برای مدت محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلانت را با قیمت $759 به مراجعه کنندگان ارائه می دهد. تلفن 323-939-9944. دکتر ادموند تاش، خالق لبخندی زیبا. مطب ها در لس آنجلس و سان دیگو. استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. آژانس تمیری چه خوب و بی نظیری، هر کجا بری تو من با تو مستم، با بهای ارزان بهتر از این و از آن، هر کجا بری تو من با تو مستم. آژانس امیری، بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی به سراسر جهان، تورهای تابستانی روسیه را در ماه‌های جون، جولای و آگوست اعلام می‌دارد. دیدار از مسکو و سنت پترزبورگ، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، بهترین سرویس، تخصص و دانش تورهای آژانس امیری با 44 سال سابقه می‌باشد. تلفن اطلاعات 818-758-2626. آژانس امیری چه خوب و بی نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم، با باهای ارزون بهتر از این و از اون، هر کجا بری تو من با تو هستم. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744. لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه دیگر از برنامه های پویش را به شما پیشکش میکنم. امروز برای من بسیار دشوار خواهد بود که با مهمان خودم گفتگو کنم، زیرا مهمان من کسی است که من ایشون رو آفریدگار واژه های نوین و بسیاری از واژه هایی که جایگزین شدن در برابر واژه های غیر پارسی می شناسم. کتابی رو که ایشون داره که نام خواهم برد، یکی از مجموع آثارشون، کارهای متفاوتی که دارن، من به نام کتاب مقدس ویراستاری یاد می کنم ازش و اون فرهنگ علوم انسانی است.
مهمان گرامی ما، اگر بخوایم به آثارشون اشاره کنم، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، عرفان و رندی در شعر حافظ، فرهنگ علوم انسانی، شعر و اندیشه، بازاندیشی زبان فارسی، ما و مدرنیت، نگاهی به تاریخ، تمدن و فرهنگ چین، درآمدی به جامعه شناسی سیاسی، دانشنامه سیاسی که پیش از آن با نام فرهنگ سیاسی منتشر شده، زبان باز که رساله ایست پژوهشی و تحلیلی درباره رابطه زبانهای مدرن با تمدن مدرن، پرسه ها و پرسش ها، پروژه ملتسازی، اسطوره فلسفه در میان ما، و آثاری در ترجمه دارن که بی تردید کسانی که با این نوع اندیشه آشنایی دارن نام ایشون رو حتما می دانن. چنین گفت زرتشت، فراسوی نیک و بد، تبارشناسی اخلاق، غروب بت‌ها، مکبث، تاریخ فلسفه، آرمان شهر، شهریار، و به این ترتیب بسیاری شمار بالایی از مقالات و مسیحا ستیز نیز یکی دیگر از کارهای ترجمه هستن. به این ترتیب شما رو منتظر نمیذارم و مهمان خودمون رو به شما بهشون خوش آمد میگم و به شما معرفی نیاز نیست بکنم. جناب آقای دکتر داریوش آشوری، سپاسگزار از حضورتون آقای دکتر، و حضورتون در این برنامه منتیست بر من که دانش آموز کارهایی هستم که شما انجام میدید. خواهش میکنم، خیلی متشکرم از جناب علی. بی تردید کسانی که با زبان فارسی و این واژگانی که شما جایگزین میکنین برای واژه‌ها آشنایی پیدا میکنند، این گستره کار شما رو احترام دارن و با ارزشمندی یاد میکنن، و به این ترتیب هر چقدر در این زمینه بخوایم صحبت بکنیم بسیار خواهد بود، ولی برای اینکه فرصت رو از دست ندیم بر یکی از کارهایی که شما کردین و موضوع بسیار جالبی است برای جامعه ایرانی تاکید میکنم و برویم سر اون اگر اجازه بفرمایید. خواهش میکنم. البته یک نکته رو من تذکر بدم که من فقط جایگزین نمیکنم، بلکه میسازیدم به کمبودهای زبان فارسی فکر میکنم. آنچه که در حوزه علوم انسانی به نظرم کم میاد و از عهده من برمیاد سعی میکنم که معرفی کنم به این زبان. بی تردید برای از واژه جایگزین استفاده کنم، برای اینکه وقتی که جاش خالی هم هست شما یه چیزی رو در اون جای خالی رو هم پر میکنید، میسازید و اون جای رو به هر حال به واژه اختصاص میدید و این بسیار زیباست. مسئله روشن فکر، همواره این واژه رو چه کسانی که دانش آموخته هستن، تحصیل کرده هستن، و چه عوام استفاده میکنن بیان که همون مفهومی رو که مورد نظر هست هر دو سوی قضیه داشته باشه. یعنی اگر ممکن است مفهومی رو که یک فرد دانش آموخته به مسئله روشن فکر میده در ذهن خودش کاملا متفاوت باشه این کاری که در عوام انجام میشه و عام به اون میگه فرد روشن فکریه، این آقا خیلی روشن فکره، این خانم روشن فکره. خب این فرصت رو باز میکنه که سخنرانی که شما داشتید در مورد روشنفکر ایرانی که برویم سر واژه روشنفکر، و نخست این واژه رو برای ما اگر ممکن است تا کمی باز بکنیم و سپس به روشنفکر ایرانی بپردازیم. بله، یک مبحث مهم در حوزه تحقیق و تفکر در علوم انسانی و فلسفه توجه به مفاهیم به صورت تحلیلی و تاریخی است که اینها چگونه به وجود آمدن، تحت تأثیر چه عواملی پیدا شدن و بارهای معناییشون چیست و بارهای معنایی اینها چگونه تحول پیدا کرده در طول تاریخ، و به این ترتیبی که ما میتونیم به یک پدیدهی با یک نوع نگاه جامعه تاریخی نگاه بکنیم. و در حالی که در صورت عادی، حالت عادی، این مفاهیم به نظر میاد که مفاهیم مطلقی هستن که همواره به همین یا این کلمات همواره همین بار معنایی رو داشتن و همین گونه به کار میرفتن و در نتیجه اونچنان که باید فهمیده نمیشه در از نظر تاریخ اندیشه. کلمه باشم فکرم در تاریخ در زبان ما مثل همه کلمات یه تاریخی داره، و از اونجا که کلمه مهمیه و کلمه محوریست در خیلی مسائل، توجه به تحول تاریخیش و رگ و ریشه تاریخیش
به ما آگاهی بیشتری میده درباره اینکه معنای روشنفکر و اینکه حالا به چگونه باید باشدش من کار ندارم اصلا، به چگونه هستش و چگونه بوده هستش من کار دارم. کلمه روشنفکر به حال ترجمه است از براش معادل های گوناگونی در زبان های فرنگی، از یا معادل انتلکتوال در زبان فرانسه یا انتلکتوال در انگلیسی رو به عنوان معادلش تلقی می کنند، ولی به نظر من معادل دقیق ترش کلمه اینتلیجنسیاس در انگلیسی که از اینتلیجنسیای روسی میاد و اینتلیجنسیا به مجموعه انسان‌های به اصطلاح نوآموخته و دارای ایده‌های مدرنی که به قصد تغییر جامعه و تغییر نحوه تفکر شایع یا نظام سیاسی حاکم وارد میدان مبارزه میشن به اینها اطلاق میشه و همین ها هستن که مثلا از توشون در قرن 19 نهضت نارودنیک ها و بعد بولشویک ها رو داریم در روسیه، سوشال دموکرات هایی که بعد به نام بعد بولشویک ها حاکم شدن و نظام کمونیستی رو به وجود آوردن که خب بازتاب خیلی عظیمی در تاریخ جهان پیدا کرد، در کشورهای دیگه پیدا کرد، از جمله در کشورهایی که بعد به جهان سوم معروف شدن و بیشتر رو اون مده. ولی این کلمه پشت و پدری هم داره و اون کلمه منور الفکره. منور الفکر در زبان فارسی از زبان ترکیه عثمانی آمده در قرن 19، در از نیمه های قرن 19 به بعد، مثل بسیاری کلمات دیگه، چون ترک ها نزدیکتر بودن به اروپا و زودتر جذب کرده بودن فرهنگ مدرن اروپایی رو و تأثیر پذیرفته بودن، در واقع کسانی توی بین اونها پیدا شدن که بهشون میگفتن منور الفکر در مقابل ذهنیت سنتی. و این منور الفکرها کسانی بودن که میخواستن که نظام سیاسی ترکیه رو یا نظام اجتماعیش رو سازگار کنن با آنچه که در اروپا میدیدن و به نظرشون تغییر تحولی که میبایستی پیدا بکنه و با ایده ها و اندیشه هایی که از انقلاب فرانسه میامد. و به احتمال قوی این کلمه معادل اکلیره در زبان فرانسه است، به معنای روشنی یافته. مثلا اونها نسل اولی که در ایران هم به نام منور الفکر شناخته شدن که در صدر مشروطه پیدایششون رو میبینیم، چهرهایی ورس کنید مثل آخوندزاده که بیرون از ایران بود، در تفلیس بود، ولی نقش مهمی داشت در انتقال این ایده ها و اندیشه ها. بعد مثلا میرزا آقا خان، ملکم، امثال اینها، تا بیاییم به نسل های بعدی مثلا کسروی و تقی‌زاده، فروغی، امثال اینها که هم ایده های مدرن رو وارد، ایده های مدرن سیاسی، اجتماعی، فلسفی رو وارد جامعه ایرانی میکردن و همچنین در جهت تغییر و تحول اجتماعی سیاسی میکوشیدن، حالا چه به صورت عمل انقلابی رادیکال مثلا از انقلاب مشروطه، چه به صورت شرکت در جریان سیاسی و قدرت سیاسی مثلا در دوران رضا شاه. کسانی مثل فروغی نقش خیلی مهمی داشتن در از جنبه‌های گوناگون، از جمله از جنبه‌های سیاسی در تحول جامعه ایرانی. یا در خب قبلترش بریم، مثلا فرض کنید که مشیرالدوله در دوره ناصری مثلا این منور الفکر شمرده میشه، به حساب میاد. و اینها الگوشون الگوی اروپایی بود، مثلا بیشتر به فرانسه و آلمان نگاه میکردن و الگوی اروپایی شدن رو از اونجا میگرفتن و نمونه های اونها در سایر کشورهای آسیایی و شمال افریقایی وجود داشتن، در مصر فرض کنید، در تونس فرض کنید، در بعد از اون طرف در هند، در چین و غیره، در همه این کشورهایی که دیگه مستقیم وارد دنیای مدرن و دستاوردهای مدرن نشده بودن اما به یک معنا برخورد کرده بودن با دستاوردهای دنیای مدرن و شکل زندگانی مدرن بعد از انقلاب صنعتی و بعد از برخورد با کلونیالیسم اروپایی. و اینها در همه این کشورها پرچمدار تحولات اجتماعی سیاسی فرهنگی بودند و به همین عنوان هم مثلا خودشون منور الفکر یا اینتلیجنسیا مثلا نامیده میشدند. و در ایران تا پایان دوره رضا شاه اینها حاکم بودند در فضای فرهنگی. یه زیادشون هم فعالیت های فرهنگی داشتند، مثلا ده خدا مثلا لغتنامه می نوشت،
پیرنیا تاریخ ایران باستان می نوشت، ارتباط که پور داوود اوستا ترجمه می کرد، می خواست که فرهنگ ایران باستان رو بشناسونه به ایرانی ها و بسیاری دیگه. محمد قزوینی فرض کنید متون ادبی تاریخی رو تصحیح می کرد به شیوه اروپایی و به حال همشون در تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دوران خودشون حضور داشتن و تأثیر داشتن. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در دوره جنگ جهانی دوم با اشغال ایران و با برپا شدن حزب توده و ایدئولوژی رواج ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم، این کلمه روشنفکر هم پیدا شد و رواج یافت که گویا پیدایشش رو هم یا ساختش رو هم به احسان طبری نسبت میدن. آقای دکتر شما در همین جا یه پرسش می‌کنید، وقتی می‌فرمایید که با حضور، یعنی با پیدایش حزب توده و نگرش اونها این واژه روشنفکر پدیدار میشه، در اصل یه نوع بار سیاسی پیدا میکنه، یعنی مفهوم، یعنی روشنفکر بار سیاسیش بیشتر میشه تا اون باری که حالا تحولات اجتماعی خود به خود سیاسی اجتماعی هستن، ولی بخش فرهنگی و یا مسائل اجتماعی چجوری تو اونها جریان پیدا میکنه. درسته همینطور، یعنی مثلا منورالفکری بار فرهنگیش قوی تره تا بار سیاسیش، حتی بار سیاسی هم داره طبیعتا، و اونهایی رو که در رده مثلا منورالفکر میذاریم بسیارشون کارهای فرهنگی مهم کردن، حتی فرض کنید شکل ادبیات مدرن رو در داستان نویسی، نمایشنامه نویسی رو کسانی مثل فرض کنید مثل جمال زاده پیش آهنگ داستان نویسی مثلا در ایران یا حسن مقدم فرض کنید امثال اینا، بار فرهنگی کارشون بسیار قوی تر بود. ولی با آمدن حزب توده و ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم لنینیسم و اینکه و تعریفی که از روشن فکر داده میشه که در واقع همون تعریف اینتلیجنسیای روسی بود که میبایستی علاوه بر سیاسی فعال باشه و در جهت تحول سیاسی و از طریق انقلاب بکوشه، این کلمه بار قوی سیاسی به خودش گرفت، به طوری که انقدر مسلط شد بر فضا و اینکه روشن فکر کسی است که حالا مثلا باید بالاخره یه درجه از سواد داشته باشه، تحصیل آموزش دیده باشه، مدرکی حداقل مدرک دیپلم داشته باشه، ولی کار اصلیش و نقش اصلیش این است که باید فعال سیاسی باشه و در جهت انقلاب سیاسی بکوشه، به طوری که انقدر این بار قوی شد که دیگه کسانی مثلا مثل فرض کنید فروغی نمیشد گفت روشن فکرن. و ولی مثلا یه جوانی مثلا که تا کلاس 9 درس خونده دیپلمه یا دیپلمه گرفته ای رو که مثلا میرفت چریک میشد، این روشن فکر شمرده میشد. حالا اینجا یه فرقی هم هست که من گمان میکنم تذکرش بد نباشه، و اون که این کلمه مفهوم روشنفکر و منورالفکر رو ما نمیتونیم ببریم به تمام تاریخ گذشته اطلاق کنیم. مثلا فرض کنیم که اونطور که آل احمد فرض کنیم تو کتاب در با خدمت و خیانت روشنفکران کجا جاهای دیگه نوشته، فرض تصورش این است که ناصر خسرو هم کسی شبیه خود او بوده و به همین دلیل اون رو میگه اون برادر من در اعماق تاریخ. ولی باید این نکته رو توجه کنیم که ناصر خسرو و سعدی و فردوسی و حافظ و اینها مال عالم دیگری بودن و عالمی که توش تغییر و تحول سیاسی معنایی نداشته و اساسا وظیفه این که ما باید با دولت درگیر باشیم و رژیم سیاسی مثلا به جای سلطنت باید مثلا جمهوریت باشه، چنین تصوری در ذهن اونا نبوده و البته اونا مردمان اهل فرهنگ بودن، مردمان با فرهنگ بودن و در پیشبرد حالا آگاهانه و ناآگاهانه در پیشبرد فرهنگ و زبان کار میکردند و خدمت میکردند. اما روشنفکر یا منورالفکر به معنای این دوران اخیر نبودند. خب این شما به مسئله خدمت و خیانت روشنفکران و جلال آل احمد اشاره کردین، در دوره‌ای که این بخش از نویسندگان وارد حیطه کار میشن و کانون نویسندگان پرکار هست، خب با توجه به اینکه روشنفکر رو حالا میذاریم که اون هست کسی است که کار سیاسی میکنه و نگر، یعنی به عمده اونهایی که در کار سیاسی گرایش داشتن نگاه میکنیم، تا چه اندازه خود حزب توده و کسانی که نویسندگانی بودن که در کنار حزب توده بودن یا اعضای پیوسته و وابسته حزب توده بودن تاثیرگذاری میکنن از نظر سیاسی بر فرهنگ نوشتاری ما، این مسئله چه؟ بله، وقتی که به صورت جریانات سیاسی رادیکالیزه میشن و
البته این مدل مثلا روشنفکر انتلیکچوئل یه ریشه فرانسوی داره بیشتر و ریشه فرانسوی آلمانی داره بیشتر. خب چهره های مثل مارکس مثلا که ادامه جنبش لومیر فرانسه هستند، جنبش روشنگری فرانسه هستند و پیش پیش آهنگان روشنگری در فرانسه، مثلا سیکل دو لومیر میگرس، مثل ولتر و روسو و مثلا آنسیکلوپدیست ها. اینا همشون در این حال که خب مردمان اهل تولید فرهنگی بودند و ادبیات مثلا داشتند، ولی در این حال در اندیشه سیاسی هم پیش آهنگن و این مسئله ایده تغییر نظام سیاسی اجتماعی در خیلی ریشه داره در اندیشه اونها و از اونجا پخش میشه. یعنی انقلاب فرانسه فرزند ایده های دوران روشنگریه که این پیش آهنگانش همین کسانی هستن که مثلا آنسیکلوپدیست ها و امثال ولتر و اینها رو میشناسیم و اینها بعد این ایده ها پخش میشه، میره مثلا روسیه، از روسیه یا یه قسمتی از مثلا ترکیه عثمانی، اینها میاد وارد ایران میشه و این قشری پیدا میشه که هدفش تغییر دادنه. اونها تغییر در دنیای ما قبل مدرن، جهان که همیش برای انسان جهان ثابتی بوده داده شده و با اراده الهی میگرده و اون اراده حاکمه بر هر چیزی و اگرم تغییری بخواد حادث بشه از طریق اون اراده الهی است که حاکمه بر عالم طبیعت است و بر عالم انسانیت و همه چیز هم جزء نظم طبیعی هم داشت. سلطنت هم یه جزء نظم طبیعی اموره، همچنان که رودخانه هست و کوه و درخت و غیره هست، اون پادشاه هم هست مثلا و بقیه چیزای نظام اجتماعی. فرضاً کلیسا یا نظام مثلا آخوندی در دنیای اسلامی و غیره، اینا جزء نظام طبیعی امور تلقی میشن که تحت اراده الهی هم هستن. ولی این ایده که میشه همه چیزو عوض کرد و باید عوض کرد، این در واقع سرمنشأ مفهوم روشنفکری است که اصلش در اصل از اون مفهوم فیلوزوف در زبان فرانسه میاد که به این عده اندیشگران قرن 18 همی اطلاق میشد که ایده های تغییر جهان و تغییر سیاسی و بعد البته همراه با دستاوردهای علم و ایمان به علم و از اونجا به بقیه دنیا رفت، به روسیه رفت و به جاهای دیگه و از جمله به ایران هم آمد. ولی بعد از جنگ جهانی دوم با ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم، در واقع لنینیسم این نوع روشنفکری رو فرموله کرد، روشنفکری در خدمت آرمان طبقه کارگر، در خدمت پرولتاریا و این که هدفش باید ایجاد انقلاب باشه و تشدید جریان بحران اجتماعی باشه به نحوی که منجر به انقلاب بشه. خب به خاطرتون هست که اون موقع گفتن اگر یک قرون به گدا بدی یه روز انقلاب رو عقب میاندازید. و این جور وظیفه مندی در تعریف روشنفکر از لنینیسم میاد و ریشه روسی داره و از طریق حزب توده هم مثلا احزاب کمونیست در جای دیگه مستقر شد و پخش شد و در ایران هم نسل مثلا پیشاهنگان اندیشه و ادبیات بعد از شهریور 20 اون بیشترشون تحت تاثیر این ایده ها بودند و به همین دلیل تعلق به حزب توده پیدا کردن. حال بعضیشون جدا شدن، بعضیشون هم موندن تا آخر. چون در همین جا هستیم اجازه بدین آقای دکتر یه پرسش حاشیه‌ای مطرح کنم که کتاب دون آرام رو آقای بهازین ترجمه کرده. همیشه ما با این کتاب و این آشنا بودیم و بسیاری از نسل‌ها شاید از دست کم دو نسل این کتاب رو نگاه کرده و ترجمه ایشون بوده و تمام. شاملو میاد و یک ترجمه تازه از این میده. کنار هم گذاشتن این دو تا ترجمه نشون میده که تفاوت بسیار زیادی دارن. حالا ممکن است این تفاوت رو از لحاظ شیوه نگارش، شیوه زبانی و بیانی بخوایم نگاه کنیم، ولی گاهی حس میشه که خود موضوع و درک موضوع در کاری که بهازین کرده تحت تاثیر مسائل سیاسی و پیوستگیشون به حزب توده بوده و شاملو یه مقدار رو این قضیه آزادانه نگاه کرده و این تفاوت رو ایجاد کرده. خیلی دوست دارم این نگاه حاشیه‌ای رو دست کم در این بخش رو از زبان شما که یک کار توانمند ترجمه انجام میدین و زبان رو میشناسین و واژگان رو میشناسین بدونم. بله ببینید، به حال هر ترجمه یک گونه تفسیره و اینکه مترجم چگونه متن رو میفهمه و زبانی که اختیار میکنه متناسب با اون چیزی است که میفهمه. و البته خب باز در اینجا مهارت های زبانی هم مطرحه، مثلا
به هازین بیشتر خب به یه نوع زبان رسمی جا افتاده ادبی باور داشت یا به کار می بود، در زبان ادبیش بود. شاملو مثلا زبان فولکلور و زبان عامیانه رو خیلی خوب میشناخت و هنری هم داشت در کاربرد اصطلاحات زبان عامیانه، در تو ترجمه هاش از اون استفاده میکرد. این اصطلاح یه اختلاف سبکی از این بابت طبیعتا با هم دیگه دارن. اما بعد به هازین با حزب توده رابطه نزدیک، عضو حزب توده بود و با نگاه ستایش آمیزی به شوروی و جریانات هر آنچه که مربوط به اونجا میشد و با جریانات حزب کمونیست و نگاه حزب کمونیستی میگریست. ولی شاملو که بریده بود از اونجا طبیعتا یه نظر دیگه‌ای با یه نگاه دیگه‌ای و با یه چشم انتقادی نگاه میکرد به اونجا. احتمالاً همه اینا در اختلاف سبک و اختلاف زبان این دو تا ترجمه تاثیرگذار بوده، در حالی که یک اثره. ولی خب طبیعی است که یک اثر رو 10 تا مترجم که ترجمه کنم به 10 زبان ترجمه میشه در واقع، و هر کسی سبک خودش رو، بیان خودش رو، نگاه خودش رو طبیعتاً به نحوی خودآگاه و ناخودآگاه منعکس میکنه در ترجمه متن. بله. خب اجازه بدین آقای دکتر برای اینکه بگذاریم به بخش بعدی برگردیم، به پیام‌های بازرگانی ما بریم، یه چند لحظه بازگردیم و گفتگو رو پی بگیریم. سپاسگزارم. کنسرت بداهه‌نوازی کیهان کلهورور دلار زنجان برای نخستین بار در بریتانیا، پنجشنبه 14 جوان ادینبرو کوینز هال، جمعه 15 جوان لندن باربیکن. تلفن 0207-638-88-91 سون پروموشن. دکتر ادموند تاش، دندان پزشک، جراح و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه ها و برطرف سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان ها بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه ها پذیرفته می شوند. ویلشر پریودانتیست ان ایمپلنت سرژیکال سنتر واقع در 6200 ویلشر بولوار سویت 1409. برای مدتی محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلنت را با قیمت $759 به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. تلفن 323-939-9944. دکتر ادموند تاش، خالق لبخندی زیبا. مطب ها در لس آنجلس و سان دیگو. استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. آژانس امیری جیبو بی‌نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم. با بهای ارزان بهتر از این و از آن، هر کجا بری تو من با تو هستم. آژانس امیری، بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی به سراسر جهان، تورهای تابستانی روسیه را در ماهای جون، جولای و آگست اعلام می‌دارد. دیدار از مسکو و سنت پترزبورگ، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، بهترین سرویس، تخصص و دانش تورهای آژانس امیری با 44 سال سابقه می‌باشد. تلفن اطلاعات 818-758-2626. آژانس امیری، چه خوب و بی نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم. با باهای ارزون بهتر از این و از اون، هر کجا بری تو من با تو هستم. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون.
داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است. زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید، در مؤسسه همسرجون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و بخش دیگری از برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. اگر از این لحظه به ما پیوستین، بخش پیشین رو آغاز کردم گفتگوی خود رو با آقای دکتر داریوش آشوری که من بهترین نامی که برایشون میابم از آفریدگار واژه‌های نوین و بسیاری از کسانی که به کار ترجمه و ویرایش میپردازند بی تردید در زمینه علوم انسانی و گستره اون از فرهنگ علوم انسانی ایشون بهره میگیرن، فرهنگ علوم انسانی که یه مقدار بیش از اون چیزی است که به عنوان فقط فرهنگ علوم انسانی باشه و واژه‌های نوین، واژه‌های جایگزین و واژه‌هایی رو که نداشتیم و باز پیدا کردن داشت گذاشتن و بر روی فرصت مناسبی است و فرصت البته دشواری برای من در برابر آقای دکتر داریوش آشوری سخن گفتن به سبب احترام واژگانی که به ایشون دارم از نظر واژه‌ها. بخش پیشین رو در مورد مسئله روشنفکر و واژه روشنفکر و ورود این واژه به ایران و تاریخچه‌اش آغاز کردیم. در این بخش یک کمی پیشتر میریم و نگاهی میکنیم به بخشی از روشنفکران ایرانی و مسائل دیگه. آقای دکتر، وقتی میگوییم که شما در یک سخنرانی در مورد مشکلات یا پیچیدگی کار یا دغدغه کار روشنفکر ایرانی و یا تمام، من اصلا فکر میکنم که شما در مورد آسیب شناسی روشنفکر ایرانی سخن گفتین. خب شما تاریخچه رو الان باز کردین و گفتین خود روشنفکر ایرانی در این گذر دچار چه گرفتاری میشه، یعنی این گذری که در سیر تاریخیشو باز کردیم و بعد حضور حزب توده و بعد این گرایش، جابجا شدن این گرایش، خود این روشنفکر ایرانی آیا و مسئله روشنفکری دچار آسیب پذیری میشه یا نمیشه؟ بله، همونطور که قبلا عرض کردم، آیا به پدیده روشنفکری هم مثل بقیه پدیده‌های انسانی و زبانی از نگاه تاریخی نگاه بکنیم، این یک چیز ثابتی نیست و در تاریخ خودش تحولاتی رو طی میکنه، گفتمانهای مختلفی رو تولید میکنه هر دورانی که چه بسا نقیض هم دیگه هستن و چه بسا در ستیز هستن با هم دیگه و باید این رو دوره به دوره بهشون نگاه کرد. این کلمه روشن فکر البته به ظاهر خیلی ساده و روشن میاد دیگه، روشن از رو فکر ترکیب شده و روشن فکری یعنی که یعنی اندیشیدن روشن بدون پیش داوری، اندیشیدن بر مبنای مفاهیم دستاوردهای علم، دستاوردهای فلسفه و امثال اینها. اما
جای پرسش هست که به حال خب این ما این روشن فکر روشنی فکرش رو از کجا میاره؟ و از اونجا که این کلمه از بستر مارکسیسم لنینیسم برخواسته، در واقع روشنی فکرش ضرورتاً از اونجا میاد، یعنی کسی که اعتقاد و ایمان داره به دستاوردهای تئوریک مارکسیسم لنینیسم و در خدمت از اون طریق در خدمت اون ایدئولوژیست و در خدمت هدفهایی که اون ایدئولوژی دنبال میکنه، مثلا که انقلاب فرض کنید پرولتاریایی است. و بنابراین کسانی که بیرون از این مقوله باشن دیگه روشن فکر به معنی پیدا نمیشه، نمیتونن تلقی نمیشن به اصطلاح. ولی خب کلمه از اونجایی که این بار اصلی معنایی رو هم داره، روشن فکر کسی است که روشن میاندیشه و نه با نقد میاندیشه، فکر به اصطلاح نقاد داره، سنجشگره. این معنی عام هم به حال تو شکم این کلمه نهفته است و این کلمه، این مفهوم عام هم یه جاهایی میخواد که خودشو آزاد کنه از اون قید و بند مفهوم لنینیستی روشنفکر، روشنفکر در خدمت طبقه کارگر، و به خودش عمومیت بیشتری بده. به همین دلیل کسانی که از نسل‌های جوانتر توی حوزه فرهنگ ایرانی اسلامی به خصوص بعد از البته از زمان قبل از انقلاب هم فرض کنید که چهرهایی مثلا مهندس بازرگان، اینها میخواستن که یه جور تلفیقی بکنن بین ایمان اسلامی خودشون و ایمان شیعی خودشون با دستاوردهای علم مدرن، دستاوردهای جامعه مدرن و شیوه زیست مدرن، و بنابراین به یک معنای اونها هم منور الفکر هستن. و خب در دوره مشروطیت هم بسیاری از کسانی که منور الفکر شمرده می شدن ضرورتا غیر دینی یا ضد دینی نبودن، چه واسه که اعتقادات ایمانی هم داشتن، ولی معتقد بودن که باید اینا هم منطبق بشن با شرایط زمانه و تحول پیدا بکنن. و این روشنفکری در تاریخ خودش به حال گفتمان های مختلفی رو تولید کرده بر اساس مسئله ای که باهاش مواجهه. همونطور که عرض کردم روشنفکری در واقع در تعریف خودش اراده به تغییر دادن جهان و شیوه زندگی هم مستتر هست و یا جزء حتی میتونه جزء تعریف صریح مفهومش هم باشه. و اینها وقتی که خب با فرهنگ اروپایی، با دنیای مدرن، با انقلاب صنعتی، با دستاوردهای دنیای اروپایی مواجه شدن، خود به خود این سوال براشون مطرح شد که چرا جامعه ما عقب مونده است؟ چرا ما نمیتونیم مثل اونها مثلا تولید صنعتی داشته باشیم؟ چرا ما نمیتونیم نظام مثلا علمی و دانشگاهی اونها رو داشته باشیم؟ چرا ما نمیتونیم نظام سیاسی اونها رو داشته باشیم؟ به بنابراین دنبال علت این عقب موندگی های خودشون میگشتن و برای این چیزهای مختلفی در دوره‌های مختلف به عنوان علت و سبب مثلا میافتن. دوران‌های اول مثلا برمیگردن به تاریخ ناگزیر باید مراجعه کنن و تاریخ رو که میخونن تاریخ رو در پرتو ایدئولوژی ناسیونالیست مدرن که میخونن و تاریخ ملت ایران رو میخوان بخونن، اون در آنچه که مواد و اسناد ما تاریخی ما هست، در این تاریخ این ملت دوران‌های مختلفی می‌بینن. مثلا ایرانی‌ها یک دورانی دوران شکوه و عظمتی داشتن که ایران باستان از سلسله هخامنشی تا آخر دوره ساسانی یک امپراتوری بزرگ و عظیم و خب به حال البته علاوه جهانی خیلی مهم، ولی بعد مثلا با حمله عرب مواجه میشن. عرب که میان به خودشون اسلام رو میارن و بعد این اندیشه به ذهن بسیاری از اینها میگذرد که علت اصلی عقب موندگی ما نسبت به اروپا این است که مثلا عرب و اسلام آمده و ما مثلا چون مسلمان شدیم پس دچار این موانع شدیم. و اون وقت ایده های مثلا تأثیر ایده های روشنگری فرانسه، انقلاب علمی، پوزیتیویسم قرن 19، همه اینها میان در این ذهنیت شرکت میکنن. و اون وقت اینا یه نوع ایدئولوژی ایرانیه یا نوع ایرانیت ناب برای از هر گونه آمیختگی با عرب و اسلام مثلا تصور میکنن و بر اساس این ایدئولوژی ساخته میشه. که این ایدئولوژی بود که کما بیش به صورت ایدئولوژی رسمی دولتی مثلا در دوره رضا شاه حاکم بود، ولی با جنگ جهانی دوم و اونچه که گذشت
مثلا روشنفکران دوران اول که بعد از مثلا جنگ بین الملل اول بیشتر تحت تاثیر ناسیونال سوسیالیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا و اینها بیشتر به ایدئولوژی های ناسیونالیست افراطی گرایش داشتن، ولی با تغییر صحنه جهانی، شکست آلمان، قدرت گرفتن اتحاد شوروی به عنوان قدرت بزرگ جهانی و اشاعه ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم، این گفتمان روشنفکری رفته رفته جای خودشو میده به گفتمان روشنفکری چپ انقلابی ضد امپریالیسم و خب با محوریت فرسون این ایده های لنین در مورد امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه‌داری. و به این ترتیب میبینید که یه دفعه قضیه عرب و اسلام و به عنوان علت همه بدبختی و عقب موندگی ما جای خودشو میده به تسلط امپریالیسم و استعمار. البته اونها با خب در واقع با دین و دیانت هم میونه ای نداشتن و جهاد جنگ و جهاد ایدئولوژیک با دین و دیانت در جهت روشنگری ایدئولوژیک هم جزء پروژه و برنامه‌شون بود. اما در همین دوره ما شاهدیم که مثلا رفته رفته اشکال تازه‌ای از فهم اسلام و دیانت و اینها ظاهر میشه که آمیخته است با این چیزا ایدئولوژیک مدرن. مثلا خب یکی از چهره‌های مهمش خود همین مهندس بازرگانه که در فرانسه مهندسی خونده بود و آمده بود و استاد دانشکده فنی بود و کتاب مثلا ترمودینامیک عشق می نوشت که یک ترکیبی می کرد از مفاهیم علمی مدرن با مفاهیم قرآنی و غیره و خب تمام عمرش هم این جریان رو و این حرکت رو ادامه داد و تأثیر بسیار هم تأثیر گذار بود. و بعد تو رفته رفته جنبش های سیاسی ظاهر جنبش های سیاسی با رنگ دینی ظاهر میشن دیگه. مثلا کتاب کشف اسرار آیت الله خمینی در همین سالهای اول که ایران در اشغال متفقین بود نوشته 1324 موقع، اصلش هم البته مثلا یه نوع برخوردیست با کسروی و پیروان کسروی که اونها یه جور دیگه ضد اسلام ضد تشیع بودند، ولی تفسیری که از اسلام میکنه کاملا تفسیر سیاسی است. این بار کتاب کشف اسرار کاملا تحول دیسکورس، تحول گفتمان دینی رو میشه توش دید که از زیرش داره ایدئولوژی انقلابی سیاسی مدرن میاد بیرون. و اگر که مثلا حدود 20 و چند سال بعد یا 30 سال حدود بله کمتر از 30 سال بعد این موفق میشه که چیزی مثل انقلاب اسلامی به وجود بیاره، برای اینکه این ترکیب رو به وجود میاره بین ایده ها و باورهای سنتی دینی و اینکه مثلا اساسا دین آمده برای تأسیس دولت. این یه حرف انقلابی فوق‌العاده است که و در ایران اتفاق افتاد از طریق همین تفسیر دوباره دین و سیاسی کردن و در واقع سکولاریزاسیون دین، به قول من گیتیانه کردن دینه. و بعد مثلا خب چهره ای مثل علی شریعتی پیدا میشه که این ترکیب رو قدیتر و قویتر میکنه با زبان آوری خودش. در واقع در همه این ترکیبات، در همه این ساختارهای ایدئولوژیک، اون چیزی که فرنگی بهش میگن رتوریک، ما قبلا بهش میگفتیم بلاغت یا سخنوری، نقش خیلی مهمی داره. و اینها به هر حال میان این ترکیب رو میسازن که میشه اسلام دین انقلابی باشه و تا به جایی که کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها ضد دین و ضد خدا هم میان میپیوندن به این جریان و این ملغمه ایست که از توش انقلاب اسلامی ظاهر میشه و مفهوم انقلاب اسلامی. و به هر حال این داستان این است که این دیسکورس ها ثابت نیستند و روشنفکری یک چهره ثابت ازلی و ابدی نداره، بلکه با تحولات تاریخی و زیر و بالا رفتن های تاریخی تغییر میکنه و بعد از دل همین جریان چیزی به اسم روشنفکری دینی ظاهر میشه. روشنفکری دینی خب آمده و عناصری از اندیشه های مدرن رو جذب کرده، با فکر نقادانه، فکر سنجشگرانه مدرن آشنا شده و میخواد که میراث دینی خودش رو از نو بسنجه، بخصوص در انطباق با شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدرن. و به این جهت به خودشون میگن روشنفکر. ولی مشکل این کلمه در این است که چون از ریشه مارکسیست لنینیستی آمده و همواره اون مفاهیم ایده های انقلابی مارکسیستی برش باره و تو ذهن ها کار میکنه، به نظر خیلی ها شگفت میاد که روشنفکر دین با هم نمیسازن.
ولی خب شاید نوع اندیشان دینی و کلماتی مانند این مناسب تر باشه، برای اینکه این ابهام و ایهام کلمه رو از میان برداره. در ستیز به این واژه ها رو من نظر مفهومی که مقدار میزنه کنار دیگه. بله دیگه. نوع اندیشه دینی خود به خود دین رو در کنارش داره. نوع اندیشه حالا برخی که خیلی بیشتر میان میگن که در مورد دین چون نمیشه اندیشید پس نوع اندیشی هم نداریم. ولی خب اون دیگه خیلی افراطی است. نه این حرف درستی نیست. در مورد دین نمیشه اندیشی، بالاخره این تاریخ، یعنی میگن باز اندیشه تاریخ دراز فلسفه و الهیات و عرفان و در مسیحیت و اسلام و اینها نشون میده که به دین میشه، به هر دینی میشه به اشکال مختلف اندیشید و نهله ها و فرقه ها و این همه تمایلات گوناگون با هم دیگه فلسفی، عرفانی، قشری، سنتی و غیره. خب آیا دکتر شما به واژه سکولار و یا گیتیانه یا حالا برخی میذارن نظام عرفی هست، چون اشاره فرمودین که کشف الاسرار به گونه ای نگاه گیتیانه به دین هست، یعنی آوردن دین به منظر دولت آوردن و حکومت آوردنش هست، چگونه است که از این وقت از این نگرش یک حکومت سکولار بیرون نمیاد، یک حکومت کاملا غیر سکولار بیرون میاد؟ ولی من اعتقادم این است که اتفاقا جمهوری اسلامی اگرچه ظاهرش به نام اسلام مقدار ظواهر دینی رو حفظ کرده، حتی خرافات دینی رو هم تبلیغ میکنه و تزریق میکنه، ولی اساساً ماهیتاً یه دین سکولاره و یه حکومت سکولاره و بر اساس در قالب اینا آمدن قالب حکومتی رو گرفتن و خودشون رو ریختن توش که این حکومت مدرن سکولار بود که در از مشروطه به این طرف بود، در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه شکل گرفته بود و این قالب بندی ها بود. و به همین دلیل هم شما میبینید که اینا چقدر عاشق مثلا تکنولوژی مدرنن و حتی میخوام مثلا فرض به بمب اتمی هم دست پیدا کنن و به حال عاشق دستاوردهای دنیای مدرن هم هستن، اگرچه به نام اینکه ما دینی هستیم خب یه چیزایی هم ظواهری هم هست، یا ریش گذاشتن و تسبیح گردوندن و جای داغ مهر بر پیشانی داشتن، اونقدر هم مسلمانی نیست در حقیقت که سیاسیه. توی وقتی که میاد تمام منابع قدرت سیاسی اقتصادی مملکت خب در واقع به نفع خودشون مصادره کردن و یه ظواهری هم مثل ظواهر جامعه کمونیستی بود دیگه. بله خب در جامعه ظاهرا همه با هم برابر بودن ولی هیچ کس با هیچ کس برابر نبود در اصل. خب ولی مسئله در اینجا هست دکتر، وقتی که ما به یک نظام عرفی یا سکولار نگاه میکنیم، نظامی است که که بحث جدای دین از دولت پیش میاد، قوانین دیگه از دولت از دین بر نمیاد. چون در آمریکا که نگاه میکنید یا در اروپا که نگاه میکنید، قوانینی که بر مردم حاکم هست از دین برخواسته نیست. ولی اگر بخوایم بگیم که به گونه نظام جمهوری اسلامی برخواسته از یک حرکت سکولار هست، ولی ثمره کارش جدایی از دین از دولت رو نداره و تمام قوانین از قوانین اساسی گرفته تا قوانین مدنی همه در بافته شده هستن در قوانین اسلامی. بله ببینید اینا وقتی کتاب کشف اسرار خمینی و چیزهای بعدیش اون راجع به ولایت فقیه این توهم رو زایید که از درون خودش که ما قوانین اسلامی داریم که اینا میتونن دنیای مدرن رو اداره کنن و هیچ مشکلی نیست باهاشون و در واقع اینا قوانین الهی هستند و از عقل الهی صادر شدن، با این قوانین بشری که از عقل ناقص بشری صادر میشه طبیعتاً نسبتی ندارن، اونا خیلی بهتر میتونن، حتی میتونن بهشت بسازن. این عیناً با همین عبارت توی کتاب کشف اسرار اومده، یعنی یوتوپیانیزم مدرن، آرمان شهر انگاری مدرن آمده توی این ساختار داخل شده و اینکه ما با اجرای قوانین فقهی میتونیم جامعه اسلامی بسازیم که از جامعه مدرن غربی خیلی هم بهتر باشه، مثلا عدل و عدالت و حقیقت و فلان هم درش حاکم باشه. ولی واقعیت این است که وقتی که عملا حاکم شدن دیدن که بسیار از این چیزا وجود نداره اساسا. یعنی شما در حقوق اسلامی، حقوق عرفی اسلامی، باب درباره ازدواج و معاملات و اینها خب دارید احکام فقهی. خب خودم چون دانشگاه حقوق درس خوندم اینا رو خوندیم در فقه، ولی در حوزه حقوق عمومی که مال دنیای مدرنه و مسئله حاکمیت مردم و ساختار دولت مدرن هیچ چیزی نداره. اینا رو همش اقتباسیه، همش اقتباس از حقوق مدرن، از ساختارهای حکومتی مدرنه که فرض کنید نهاد ریاست جمهوری وجود داشته باشه، نهاد همه این نهادهایی که الان به وجود آوردن اینا هیچ کدوم قبلا وجود نداشته، اینا همش نوساخته است. منتها یه انگ اسلامی بهش اضافه کردن. در اسلام ما پارلمانتاریسم نداشتیم هرگز،
مجلس شورای اسلامی یه ابداع کاملا جدیده که فقط صفت اسلامی هم بهش اطلاق کردن، ولی تو بعضی چیزهای دیگه هم رفتن، مثلا توی قوانین جزایی و قوانین مدنی خب یه چیزهایی بوده برای رجم و مثلا نمیدونم سنگسار و چیزهایی از این قبیل بوده، اینا رو آمدن چپوندن توی ساختار قانون مده، اصلا کلمه قانون رو به کار نمی بردن هرگز در چیزهای فقهی، احکام بوده در اصطلاح فقهی، که بعدم هر فقیهی مجتهدی در تشیع که میتونسته خودش به نام خودش حکم صادر بکنه، ولی اینکه قوانین مدونی باشه که دولت اجرا بکنه و دستگاه دادگستری به عنوان بازوی دولت اجرا بکنه اینها رو هرگز سابقه تاریخی نداشته. و از این جهت و از بسیار جهات دیگه بعد اینا خب تمام چیزایی که میگذرونن با یه جور شکل پارلمانتاریسم مدرن، قوانینی که مجلس واسه بگذرونه و بعد چیزی که میره شورای نگهبان در واقع شورای سانسور سیاسیه که همه اون چیزایی که میگن مثلا با شریعت نمیخونه یا با قانون اساسی نمیخونه همش از یه در واقع زوراوری سیاسی نشأت میگیره و هرگز بسیار از این چیزها اساسا مطلقاً در شریعت اسلام و در قوانین فقهی و این حرفا احکام فقهی هیچ جایی نداشته و برای مدیریت جامعه مدرن اینا ناگزیر 95% این چیزی که به عنوان قانون اجرا میشه همون قوانینی است که از مشروطه به این طرف پیدا شده و بسیاریش دوره رضا شاه، مثلا قانون مدنی ایران یه تلفیقی کردن بین فقه و حقوق مدنی مدرن که از فرانسه و بلژیک گرفته بودن و بسیار از اون همون هست که رواج پیدا کرد. حالا مثلا یه چیزهایی هم به اصطلاح مثلا حقوق ارث، قوانین ارثی چیزهای فقهی رو مثلا واردش کردن، ولی در بسیار چیزهای قوانین معاملات و چیزهای من همش اینا مال حقوق مدرنی که ما از فرانسه و بلژیک گرفتیم. ولی که شما به همین واژه‌ای که اشاره می‌فرمایید، این چیزی که ساخته شده به اسم و بیان میشه و تکرار هم میشه به اسم دموکراسی اسلامی، این چگونه میتونه معنا پیدا بکنه؟ خب واژه دموکراسی برای خودش معنای خودش رو داره، تاریخچه خودش رو داره و نشون میده که در چه گستره‌ای حرکت میکنه اسلام. نشون میده آیا اصلا این واژه رو میتونن به هم پیوند بزنن؟ همین جاست دیگه که مفاهیم در واقع چیزهای ثابت ازلی و ابدی نیستن، در فضاهای اجتماعی تاریخی مختلف میتونن اشکال مختلف پیدا بکنن. این رو من مثال زدم چون انقلاب و اسلام چجوری با هم قاطی شدن. اسلامی که ما میشناختیم، خب اسلام سنتی، محافظه‌کار، حافظ جامعه سنتی و خب مثلا اساسا جنبش انقلابی اسلامی از اونجا شروع شد که میخواستن به زنها حق رأی بدن، یا مثلا بی‌حجابی مثلا آمد، هنوزم به این چیزا خیلی حساسن دیگه. اما در این حال انقلاب اسلام هم مثلا با هم ترکیب شدن به نظر در یه شرایط خاصی، وقتی که یعنی قدرت میخواد یه چیزهایی رو، یه ترکیبهایی پدید میان. و حالا من یه مثال شیمیایی هم براش دارم، شما در شرایط عادی اشیایی که کنار هم هستن به صورت جامد اینا با هم ترکیب نمیشن، ولی اگر درجه حرارت رو ببرید بالا، دو تا قطع فلزی که اینجا باشن اینا ذوب میشن، میرن تو با هم قاطی میشن. در شرایط اجتماعی هم وقتی که درجه حرارت بره بالا و یا فشار خیلی میره بالا، یه ترکیبایی پیدا میشه که قبلا بی سابقه بوده. نه اون ترکیبای دکتر، نه این است نه اون، یعنی نه این است نه اون، یه چیز تازه است، به هم دلیل نه اسلامیست و نه مثلا دموکراتیکه در واقع، ولی به حال یه شکلی هم میتونه پیدا کنه. یعنی اسلامی ها هم میتونن یواش یواش آموخته بشن به اینکه یه نوعی از پارلمانتاریسم رو قبول بکنن. الان توی هم کشورهای عربی این بهار، بعد از بهار عربی، تونس، مصر، اینها همین اخوان المسلمین چیزهای خیلی قشری رادیکال اسلامی هم دارن خودشون با این چیزها تطبیق میدن، با صندوق رأی. خب این جمهوری اسلامی از اون اول که رفراندوم برقراری شد تا امروز مثلا ده ها انتخابات انجام داده دیگه، یعنی صندوق رأی معنا پیدا کرده، مردم میان رأی بدن، ولی خب اسمش باشه اسلامی، ولی یه سانسور اسلامی هم بالا سرش باشه که هر کسی که اونا نمیخوان نیاد این توی این بازی. اما خودشون توی این بازی به حال یه جوری ناگزیر باید به قوانین این هم نظر داشته باشن، مثلا پارلمانتاریسم هم یه جوری معنا پیدا بکنه. یه دورانی هم به صورت خیلی قوی تر معنا پیدا کرد تا اینکه حالا رسیدیم به این مسئله ولایت مطلقه فقیه که همه پای همه اینا رو میخواد سوس بکنه، ولی لااقل از لحاظ فرمال و لحاظ ظاهری نمیتونه اینا رو از بین ببره. بله. پس بنابراین یه جور امکان ترکیب اینا هم هست.
بله دکتر، این پرسش ممکنه که شاید از موضوع ما یک کمی به دور باشه، ولی من در پرسش پایانی نیاز دارم که دست کم روی به این بپرزیم. شما بسیاری از مردم به نادرست، حتی این در کار روزنامه نگار، در کار نویسندگانمون، در سخنرانی ها هم از شوربختی دیده میشه که این مرز دو واژه گفتگو و گفتمان رو در نمیابن و اینها رو با هم دیگه جا به جا استفاده میکنن. چون شما آگاهی کامل بر این دو واژه دارین، من خواهشم این است که برای پرسش پایانی تفاوت این دو واژه رو و شیوه به کارگیریشون رو اگر ممکن است باز بکنید. شاید شماره کمتری این اشتباه رو بکنن که گفتمان رو جای گفتگو و گفتگو رو جای گفتمان بذارن. بله، این واژه گفتمان رو خود من ساختم. بله، چون شما ساختین این آگاهی رو و این تسلط رو برش دارین. بله، که من این رو معادل کلمه دیسکورس در انگلیسی و دیسکور در فرانسه، که یه واژه فنی بسیار مهمی است که در از 50 سال پیش بیشتر رواج پیدا کرده. البته سابقه تاریخی هم داره. دیسکور، مثلا دیسکور دو لا متد دکارت یا دیسکورسی ماکیاولی، که مثلا دیسکورس دو لا متد رو مرحوم فروغی ترجمه کرده به گفتار در راه بردن عقل و اینها، و در اونجا غلط هم نیست، درست هم هست. ولی این واژه یه معنای فنی تازه تاریخی جامعه شناسانه پیدا کرده، و اون اینکه اون چه یعنی فرقش با گفتار این است. گفتار هر چیزی است که گفته میشه، و بعد مثلا در حوزه فرض کنید که دستور زبان هم ما گفتارها رو علاوه زبانی تحلیل میکنیم که مثلا جای عناصر گرامری مثلا کجاست و چه. ولی اون چیزی که به صورت فرموله میشه، به صورت یک دستگاه اندیشه در میاد، به صورت یک گفتار، در گفتار مثلا سخنرانی در میاد، اون چیزی که به صورت یک درس دانشگاهی در میاد، اون چیزی که در یک کتاب علمی نوشته میشه، حالا از کتاب فیزیک گرفته به کتابهایی که حوزه علوم انسانی اینا میاد، در حوزه جامعه شناسی، مردم شناسی، فلسفه و غیره، اینها یه رنگی از جامعه خودشون، از شرایط پدید آوردن خودشون، از روانشناسی پدید آورنده خودشون دارن، و بنابراین اینجا رابطه یک گفتار با شرایط پدید آمدن یک گفتار در به صورت در قالب یک بیان معمولا دراز طولانی برای در جهت توجیه یک چیزی، در جهت منطق دار تحلیل یک چیزی که در حوزه فلسفه و علم مثلا ما میبینیم، اینها یه نام تازه میخوان که این ترکیب گفتار و شرایط پدید آورندش، و به ویژه اونچه که قالب بندی میشه به صورت ایدئولوژی، به صورت علم، به صورت فلسفه، این ترکیب اسمش رو میشل فوکو، متفکر بسیار بانفوذ و مهم فرانسوی، اسمش رو گذاشت دیسکورس، و دیسکور در فرانسه، بعد در انگلیسی هم خب این کلمه وجود داشت، به صورت دیسکورس رواج پیدا کرد. من به نظرم اومد در فارسی ما با یک کلمه تازه نیاز داریم، من کلمه گفتمان رو برای همین ساختم که یه معنای فنی تازه داشته باشه و فرق با گفت. بله، ولی خب وقتی افتاد تو زبان عام، مثل خیلی از این کلماتی که در حوزه علم و فکر ساخته میشن، وقتی تو دهن عام میافتن معناهای دیگه پیدا مردم به اون در واقع به نحوی که خودشون میفهمن اینا به کار میبرن. از جمله گفتار، گفتمان شد به معنی گفتگو، شد یواش یواش یه کلمه شیکی که اگر به کارش ببرن در هر مقاله یا هر مقوله ای، خب نشانه فضل و سواده. بر حتی ازش فعل هم ساختن، گفتمان کردن هم، حتی تو فرهنگ‌های فارسی هم آمده گفتمان به این معنا. بله، خب من از شما سپاسگزارم آقای دکتر که در این دورانی که در سفر بودین و می توانستین گردش بیشتر بکنین، این فرصت رو دادین که زمانتون رو در اختیار من بگذاریم و در کنار شما باشم و به چند پرسش پاسخ بدم. سپاسگزارم از شما هستم. منم از شما سپاسگزارم. همراه با شما، با بینندگانمون خداحافظی میکنیم. بدرود تا درود دیگر، با امید روزهای خوش، روزهایی برای عدالت، آزادی، برابری و هر آنچه که در خواست مردم ایران است.